برای حمایت از ما کافی است چینل ما را سابسکرایب کنین، این ویدیو را همچنان لایک کنین. و از آنجایی که دوستان از این ویدیو بسیار زیاد یک ویدیو مهم است که دوست دارم خیلی دیده شود و به گوش خیلی ها برسد، چون خیلی مهم است تا بازی بعضی ها را نخورن، از خاطر خواهش که من از شما دارم اگر این ویدیو را 10,000 نفر میبینه، 20,000 نفر میبینه، همه هر کدامتون کافی است لینک زیر کپی کنین یا شیر کنین از طریق واتساپ به دو سه نفر دوستانتان. بعد دو سه نفر دو دقیقه وقت تا نمیگیره، این کار را بکنین همین لحظه تا که بازدید خوبتر بگیره این ویدیو و مردم از طرفی که رفته هستن متوجه شون و بازی نخورن. روی موضوعات بسیار مهم قرار است اینجا صحبت بکنم، پس امروهی شما را خواهان هستم. اما قبل از دوستان عزیز، یادم باز گشنه مانده، باز گشنه مانده به بهانه ماه رمضان که آمد چند دقیقه فلسفه خواند، خوبسه ذهن شما و عاطفه شما را تور داد و بعد از آخر ویدیو گفت که پیسه روان کنین که ما به غریبا کمک بکنیم، در حالی که قبلا 150,000 دلار یادم جمع کرد و دو دانه ویدیو نشر کرد. دو تا ویدیو، دو بوتل لوغن، دو بوجی آرد و نصف پیسه هم داد به بچه میا خلیفه و هم رفت در ازبکستان سرش عیاشی کرد. مردم عزیز، اول پیش از اینکه پیسه روان بکنین باید از یادم پرسان کنین که آقای پاروکش، پیسه که قبلا جمع کرده بودی چی شد؟ حسابی امو کو 150,000 دلار به دن جرمه ها. چی شد؟ به نظرتان آیا منطقه میرسه همی هر قدر آدم عقب مانده باشه؟ یعنی باورتان میشه که 150,000 دلار با یک قدر موادی که نشان داد تمام شد؟ پس مردم عزیز، اگر واقعا شما تصمیم کمک برای مردم غریب را دارین، کمک بکنین، نه ای که مشکل ایجاد بکنین. اگر میخواین کمک بکنین، نهادهای خیریه بسیار زیاد خوبی دیگه هست، از جمله کسی که مورد اعتماد تمام افغانستان و بویژه ماست آقای رمضان بشردوست است. میتونین از طریق چینل یوتیوبش یا حتی در فیسبوک همیشه آن میباشد، شمارش هست، از طریق از او پولتان بفرستین که به 4 تا غریب و بیچاره و مسکین برسه. ولی یاز خدا ای کار دیگر نکنین، 150,000 دلارتون خورد، تباه شدین، عمق بستان است. دیگر چقدر میخواین؟ مثلا به یک آدم عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. شما همه قدر فکر نمیکنین، این را حرف من است، حرف خود عظمی پاروکش است. شما همه قدر فکر نمیکنین، روزهای اول سازمان آب یک سازمان خیریه بود، یک بنیاد خیریه بود، پسان بازی سازمان تبدیل شد به سیاسی. والای پول شما که روان میکنین تمامش به خاطر سربازگیری، به خاطر انکشاف از حزب است. دیگه هیچ پول شما به غریب و بیچاره نمیرسه. مردم عزیز، روی تار خدا ببینه، احمق نباشین، پول شما به غریب نمیرسه فقط به خاطر سربازگیری و بزرگ کردن اینمی سازمان یا کار میکنن. و زیاد که شب اونو پول شما را میتنه، حالا 500 دلار که به یک نفر بودی میره یک نفر ترور میکنه، یک نفر میکشه، به اینی کارا استفاده میشه پول شما. ما اینه، من نمیگم، این از زبان خودش بشنویم ببینیم چی میگم یادم. ما خودم شخصا با استفاده از روابط سازمان آب در درون ارتش افغانستان ماغنی و رولاغنی و دار و دستش گرفتار میکنیم. ما هم یال قدرت داریم که غنی را در افغانستان ترور بکنیم. نمیکنیم ترور. خو از کجا شد؟ خو سعیس میره میفهم که از طرف پاکستانی آدم حمایت میشه، همراه پاکستان همدست است، همراه جهادی ها و جنگ سالار ها که خون مردم چش کردن همدست است، از طرف از او حمایت میشه. ولی این پولی که شما روان میکنین به بهانه از اینکه به 4 تا غریب برسه، ولی به 4 تا غریب نمیرسه، در این قسم راه ها مصرف میشه. با وجودی که شما ثواب و آرامش روحی کمایی نمیکنین، باور بکنین غرق گناه میشین و در کار نادرست شما سهیم هستین. پس لطفا اگر کار خوبی از دستتان نمیاد، کمک کردن نمیتونین، یک بخش از افغانستان آباد کردن نمیتونین، لطفا پولتان را با روان کردن به یادم به سازمانهای تروریستی کمک نکنین. هر کسی که امروش کینه داشته باشه بخوای او را حذف کنه، یا ترور میشه یا لط میخوره. شما جریان خبر دارین از قصه ملا گرفته تا خانم جمال مبارز، این همه
شما چی فکر میکنین؟ چی جریان داره؟ هر قدر آدم نافهم باشه یک کم ذره که فکر بکنه که خوب برادر گل، من این پیسه را روان کردم برازی، خود چی شد؟ پول کمم نبود. بنان متوجه باشین. اینال دوستان عزیز، من یک دو سه تا تریک از یارا براتون میگم که به چی شکل از مردم پیسه میگیره. خب یکی، خب براتون واضح هست که در برنامه های لایفش همیشه یک چند نفر دستکی داره. خب دستکی هم نفرای خودش هست که در مورد شریک هستم و دزده هستن، زنگ میزنه که هو آقای یار که چی رقمی و چطور، همین نفرای تکراری ریپیت همونا زنگ زده میره. و یک آدم تازه اگر زنگ بزنه، بعض وقتا آدم های تکراری هستن اما خود نفر تازه نشان میده. خب بازی نخوره، نمود آدم های تکراری هستن، نام خود تغییر میده. اگر صداش شما دقت بکنین اونم نفر هستن. باز زنگ میزنه و یک آدم به واقعیت اگر یک آدم تازه زنگ بزنه، یک انتقاد بخواه بکنه، بخواه یک راز زیر افشا بکنه، ترک تلفنش قطع میکنه. فقط دستکی های خودش هست. زنگ میزنه آقای عیار چی کدی کمک‌ها را شروع نکدی؟ بازی دیگه چی میگه؟ اینه بخیر شروع میکنم دیگه، فردا باز برنامه میگیره که اینه دیگه مردم خواست، از او خاطر من این کار کردم. یا ایست که هیچ کس براش پیسه روان نکرده، یک نفر چند نفر جور میکنه خودش در برنامه لایفش، آقای عیار اینه من $2000 روان کردم، 500 روان کردم، 600 روان کردم. بازی مردم دیگه که غافل هستن، او یا خب پیسه روان کرد، خب بیگ مام روان کنم. بازی نخورین، کس پیسه روان نمیکنه برای ازی، فقط ای که دستکی های خودش از بخاطر که شما رو تحریک کنه ای گپا رو میزنه. یا ایست که خودش میگه که در اکاونت ما اینقدر پیسه جمع شده، اینقدر پیسه روان کردین، آفرینتان، تشکر. باز مردم میگه او به خدا کلگی روان کرد، دیگه که مام روان کنم. بازی نخورین، همش چال و فریب و نیرنگ است ولی از خدا. اینا برتون میگم دلکتان که قبول میکنین یا نمیکنین. و اگر شما قصد کمک دارین، هزار نهاد دیگه است. رمضان بشردوز بهترین انسان است که یک قرانتان توابالا نمیشه و به غریب و بیچاره میرسه. حالا اگر شما به هر فکری هستین، اگر عقیده مذهبی دارین ندارین، حالا هر چی که است، هدفتان نیست که پولتان به مستحق برسه، پس لطفاً لطفاً از طریق رمضان بشردوز اقدام بکنین و پولتان بر از یان نتین که بدبخت میشین، خودتانم و دیگران را همچنان بدبخت میسازین. و به خاطر از اینکه مردم سر از این شک نکنه سر پاروکش، همیشه میگه که من میلیونر هستم، که با پیسه بندواز نیستم، که این رقم هستم، که چرا این گپا را میزنه. به خاطر از اینکه کس سر شک نکنه که اینقدر گشنه است، در حالی که شما میفهمین برای همتون معلوم است که آدم لولکش است. حالا نمیخوام توهین بکنم برای کسی که لولکش است، یعنی از لولکشی قدر پول آدم به دست نمیاره. یک کمپانی داشت به نام زرین، داشت نه شریک بودم را یک کس، یک کمپانی خانه سازی بود که 5 سال قبل او سقوط کرده. برین سرچ کنین، شما خودتان سرچ کنین، گفت مرا باور نکنین، 5 سال پیش سقوط کرده و تمام عاید ازی از جنگ سالارا میایه، از پاکستان میایه و یعنی پولای شما که سرتان نقشه میکشه کلا میمانه، از پیشتان پیسه میگیره به 1000 چال و نیرنگ. بازی نخورین. حرف ما اینی بود از روی دلسوزی براتان میگم، دلتان که قبول میکنین یا نمیکنین. این حرف ما بود که براتان گفتم. همچنان ما تقریبا 1-2 ماه بود یا 3 ماه قبل یک ویدیو داشتم، در اونجا یک موضوع را افشا کردم براتون و در اونجا گفتم، اگر به یادتان باشه گفتم که تمام از این زدنک ای که عطا محمد نور آمده بر علیه ارگ گپ میزنه، بر علیه امرالله صالح گپ میزنه، اویست که میخواه حکومت بشاره و بره، باز ای صاحب قدرت شو و خود را کاندید میکنه و میخواه به چوکی و قدرت برسته. اون زمان شاید خیلی از مردم با هم موافق نبودن، اما امروز شما بشنوین از زبانک خودش. اگر قرار باشه که کسی در رأس حکومت آینده صلح بیاید، اگر از خانواده های خوشنام و روحانی میرسه باشن، دو تا بزرگوار نشسته، از رأس پیرسید شایسته، هم مردم میشناسشان، در جهاد هم سهم داشتن، در مقاومت هم طرفدار این ملت بودن و تا امروز هم در هیچ موارد منفی کسی سرشان انگشت انتقاد بالا کرد نمیتونند. اگر از شخصیت های مطرح میخواسته باشن، جناب قانونی صاحب معاون پیشین ریاست جمهوری نشسته، دکتر صاحب عبدالله هست، کرزی صاحب هست و کسایی هستن که هم مردم باشن بلدیت داره و هم شایسته این کار هستن. و اینجا من تظاهر نکنم و هم تواضع نمیکنم که من یکی از کاندیدا خود بودم. بله، اونو فلان نفر است، اینی بزرگوار است، اینی جهادی است، اینی قومندان است. دیدین؟
همش به خاطر قدرت. این جنگ و دعوایشانی انتقاد سر حکومت به خاطر از این نیست که نظام آرام شو و ما به یک جای برسیم، به فکر ما تو نیست. او فقط به خاطر از این میگه که اینی چند نفر پس شو ما به جایش بشینم، و پاپیگکایشان مثل عیار یا ملا شفیع اونو تبلیغ کرده رایست و تبلیغ کرده رایست تبلیغ کرده رایست. خب ملا شفیع در فکر ما خودت نیست، او میگه که برو والا دولت سقوط کرده، نه حتی محمد نوری یک مجاهد بالاخره یک جنگ سالار به چوکی میشینه، فورا ما میایم یک جیره بر ما میشه که قرار میشینم بدر کار خودم میکنم. او خب به فکر ما تو نیست که وطن آباد شو بالاخره به ما خودت رای درست نشان بده. اینال ما به آقای نور میگم که همقدر میگه که فلان جهادی و بستان جهادی، امی شمایی که در قدرت بودین، در وقتی که در قدرت بودین چیکار کردین بر از این ملت؟ زندگی کدام افغان تغییر دادین شما؟ یا به قول شاعر که میگه تو درون در تو بیرون در چی کردی که درون خانه هایی؟ شما خود قدرت بودین، زندگیتان بود اینی رقمی، بعد از اینکه در قدرت آمدین شدین اینی رقمی. خب در اینجا شما نان خوردن نداشتین، بایسکل نداشتین، خر لنگ نداشتین، این همه نکتایی و کشفش و اپارتمان و بزنس و زمین و تجارت و میلیون ها دلار از کجا شد؟ خب معلوم دار که شما دوزی کردین، حق غریب و بیچاره را خوردین. آل با کدام روی آمدین و میگین که من باز خود کاندید میکنم؟ آل او مردم، شما باز با کدام منطق، با کدام وجدان، با کدام شرف میرین از یا حمایت میکنین؟ وقتی از اینا حمایت میکنی و کنار از اینا هستی، خیلی بد میکنی باز میگی که وطن چرا آباد نمیشه و اوف و ناله و فریاد داری. خب وقتی از دوست حمایت کنی دیگه انتظار چی داری ازش؟ وقتی از اینا حمایت میکنی دیگه نباید گله کنی که والا زندگی ما تغییر نمیکنه. هرگز هم نمیکنه. زندگی کسی که تغییر میکنه از خود از یاست. خب یا خب پشت قدرت اعلان میتن؟ فکر میکنی در افغانستان دیگه هیچ زنده جان نیست؟ امی مریم سما امروز بسیار گپ خوب زد، بسیار خوش آمد از گپش، شما بشنوین. آنچه مهم است ختم جنگ است، آتش بس است، عدالت اجتماعی و انتقالی است، و بعد از او که فضای ملتهب پر از خشونت و پر از عقده برطرف شد، او وقت آینده سازای یک کشور، جوانای یک کشور در مورد تغییر ساختار یا نظام صحبت خواهد کردن. همیشه اتهام زده میشه که رئیس جمهور انحصار طلبه، چوکی را قائم گرفته. اما واقعا جوانای یک کشور یک سوال دارن که اینمی سیاسیون چهرهای تکراری بازنشسته، شما بر اساس چه چیزی قدرت انحصار کردین و همیشه سهم خواهیم، هم برای خودتان و هم برای آقازاده هایتان. اگر شما واقعا به فکر کشور هستین، 11 سپتامبر ایالات متحده تعیین کرده که قرار است از کشور خارج بشه، برای از این چاره ای بیندیشید. و در مورد کسایی که این روزا مسائل قومی را مطرح میکنن، میخواییم بگم که شما نماینده های واقعی مردم نیستین. هر کسی که خود نماینده یک قوم خاص میدانه نماینده مردم نیست. مردم اتفاقا بیشتر شما را جاسوس، نفاق افکن و در نهایت خائن ملی قلمداد میکنه. تشکر. با این حرفش کاملا دقیق است. یا میگم صد بار براتون گفتیم که اینا به خاطر وشوای و حالمغال نمیکنن که مثلا دلشان به ما بسوزه. میگه اینی رو پس کنم مرا بشونه که دیگام دوزی کنم و شروع کنم مثل که قبلا کرده و امتحانش بر ما داده. چهره های تکراری شجرهشون بر ما معلوم است، باز با بیچشمی تمام آمدن و میخوان که خود کاندید بکنن و با سر گردای مردم سوار شون. به هر حال مردم عزیز تحت تأثیر تبلیغات شبکه های استخباراتی نرین. ببینین بسیار زیاد ساده ما براتون همه چیز بیان کردیم. اگر سر از اون بازم تو گپ نمیفهمی و دنبال رو اینها هستی، دنبال رو کسان هستی که برای از اینا تبلیغ میکنه، طرفداری از یا میکنه مثل عیار واره، اینال دیگه اگر هر بدبختی که سرت میایه مقصر خودت هستی وطن داره گل. دیگه تو هیچ حق نداری گله کنی که خدایا چرا سر ما؟ چون خداوند خیلی واضح گفته که من هیچ قومی را تغییر نمیتم مگر ای که خودش تصمیم بگیره و خودش خود را تغییر بده. و هر حال
تشکر که این ویدیو رو تماشا کردین. واقعیت ها را بپذیرین، چشمتان را باز کنین، از گذشته پند بگیرین. آزموده را آزمودن خطاست، اشتباه نکنین که به زندگی لعنتی شما هم تغییر کنه و از ما هم تغییر کنه. تشکر، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.